خانم آقایون، درود بر شما. به برنامه دیگری از تلویزیون رنگارنگ خوش آمدید. من محمود سرابی از لندن به شما درود می‌فرستم. برنامه ویژه‌ای که امروز تقدیم حضورتون می‌کنیم یک شنبه، شاید به خاطر اتفاقی است که امروز در اهواز افتاد. قبل از اینکه به خود خبر بپردازم، به حواشی بپردازم که روی این اتفاقات بیشتر خواهد بود، برای اینکه رژیم دستش باز چه برای سرکوب از ترسی که فراگیر شده. شاید به جرئت بتونم تلویزیون رنگارنگ تنها رسانه تصویری بوده که توی مدت از مبارزه مسلحانه مردم ایران مقابل حکومت جبار، جنایتکار و خونخوار دفاع کرده و همیشه این پیشبینی رو کردیم که بالاخره جایی مردم تو این سکوت یک سالشون به دنبال در واقع به دست آوردن اسلحه بود. اینو بارها گفتیم، نمونهش گفتیم به پایگاه هوایی دستفور، چند پایگاه مختلف در کرموشا و شهرهای دیگه، چند پاسگاه و تو تظاهراتی که درگیری پیش اومده اسلحه نیروهای انتظامی رو گرفتن. و حالا امروز اول به این بپردازم که در روزی که ارتش رژه می رفتن، یعنی قدرت یک ارتشی رو، چون این رژه بیشتر برای نشون دادن قدرت اون ارتش دیگه که بقیه حساب ببرن، در همچین فضایی که بسیار امنیتیه و حتی کسانی هم که دعوت میشن هزار جور کنترل میشن که بتونن وارد همچین مراسمی بشن، چگونه است که تعدادی به این نیروهای ارتش جمهوری اسلامی حمله میکنن و طبق قرار خودشون، خبری که خودشون گفتن تا الان که من با شما صحبت میکنم 24 کشته به جا گذاشته و ده ها زخمی. حالا اینه میگن الاهواز الخوزستان، هر علی که بهش بچسبونن که بتونن چماقی درست کنن که اینا تجزیه طلبن. من اینجا یه چیزی رو به شما بگم، چون شما اولا باید ایرانی باشی و جنس ایرانی رو بشناسی. این حادثه به این بزرگی که اگر حتی این گروهی که مسئولیت این قضیه رو به عهده گرفته به نام الاهواز و این هست که این الاهوازی ها تجزیه طلبن، من میگم اصلا هستن، آره این گونه است، ولی باید معادلات هم در نظر گرفت دیگه. ما کشورمون که مرزهای مشترکش با ترکیه و عراق و افغانستانه به اون مثال، یکی از دلایل تجزیه طلبی سیاست همسایگانه. خب ما نگاه میکنیم عراق که الان خوش انقدر درگیر مسائل داخلی خودشه و یکی از موزلاتش حذف نظام جمهوری اسلامی از ساختار حکومتی عراقه که میخواد اینا رو بیرون کنه، که اصلا دیگه نیازی نمیبینه و اصلا نمیتونه دنبال این باشه که مثلا چیکار کنن، خوزستان رو بس کنن به عراق. الان حکومت عراق که خودش بعد از اون مزدور جمهوری اسلامی نوری مالکی هزاران گرفتاری خودش داره، اینا هم تو بدون همین عراق رو حفظ کنن کلشون رو باید بدونن آسمون هفتم. میرسیم به ترکیه. خب این مسئله به ترکیه که ارتباطی از نظر مرزی و اینا پیدا نمیکنه، ترکیه مثلا دنبال همچین چیزی نیست و ترکیه میاد کنار رهبرای جمهوری اسلامی عکس میگیره و آقای اردوغان حجت الاسلام، پس اینم که کوره. میمونه افغانستان. افغانستان هم که فعلا درگیره که این پناهندگانش از ایران، حتی حاضر شده گفته پناهنده است، میدونن پناهندن، ولی انقدر به این افغانی ها فشار اومده که آقا ولشون کن برگردین با همینجور تو خود افغانستان پناهنده بشین، امکان پذیر نیست. تجزیه به کدوم طرف؟ تجزیه به چی؟ اصلا اینا میخوان کجا رو میخوان به کجا تجزیه کنن؟ این یه قسمت. قسمت دوم این که مردم خونگر واقعا شریف، یعنی استانی که روی نفت خوابیده، یعنی ثروت عظیم ایران
دوچار این فقر و بدبختی شده که آبش اونجوریه، نونش اونجوریه، هواش اونجوریه، از هر جای دیگه ایرانی ترن. ما کشورم که گفتم متنوع است از قوم‌ها، ملیت‌ها، زبان‌های مختلف، ولی همه‌شون توی یه چیزی مشترکن، به ایرانی بودنشون مینازن. این همه تهمت زدن به کردها، کردها میخوان جداشن، کردها میخوان جداشن، به کجا وصلشن؟ به طالبان؟ اینا همش مسائلی که رژیم به وسیله یه سری مزدور دوربیندار، میکروفوندار، قلمدار خارج از کشور دامن میزنن که ایجاد وحشت کنن تو ایران، و میدونن ایرانیان یه حس ملی قوی دارن برای حاکمیت کلی کشورشون، بترسانشون که آه اینا اگه اینجوری شه ایران تجزیه میشه. ایران ایران تنها کشوریه که امکان تجزیه نداره، چون الان میگم شرط جغرافیاییش رو شما میبینید. خوزستان میگم به کجا میخوام وصل کنن؟ به جایی نمیتونن وصلش کنن. و از این گذشته کی نمایندگی کرده مردم خوزستان رو که مثلا الاحواز فرزند مانیفیستشونه که میخوان جدایی طلبن؟ جدایی طلب کجا؟ اینا مگه میتونن؟ اینا الان اصلشون رو به طرف دشمن به مردم ایران گرفتن که جمهوری اسلامی. اینا اگر اصلشون رو بخوام به طرف حاکمیت ملی بگن، خود خوزستانی های ایرانی اینا رو تیکه تیکه میکنن، هر گروهی رو که بخوان حرف از این تجزیه مجزیه بزنن. امروز به نظر من اون روز موعود رسید، اون روزی که باید آتیش به روی رژیم گشوده میشد گشوده شد. بذارین هیاهو کنم، بذارین بچسبونم به العربی، بذارین میگن تلویزیون رنگارنگ از تجزیه طلبا حمایت کرد، هر چی اسمش رو هم بذارین بذارن، ولی در واقع اون تابو ترس از رژیم جمهوری اسلامی که میخواست تو این 40 سال نریخته بود ریخت. یعنی اولین بار در یک صحنه امنیتی نظامی گروهی میرن و آتش رو این رژیم باز میکنن. من یه سال مقابل شما میذارم برای اونایی که حالا یا این برنامه رو میبینن، که خب باید اینا باشن دیگه، چون اگه کسی نمیره که نمیبینه. اگر شروع میکنن که آقا این داعش هم توش بوده، نمیدونم طالبان هم توش بوده، این حسن بوده، اون حسین بوده، همین رو درست من دارم میگم. اولا خیلی ساده براتون بودم، مسئله تجزیه اصلا منتفیه به خاطر شرایط منطقه. برای کشورهای کم جوار ما اصلا همه خودشون خیلی بیلزن باشن، باغچه خودشون بیل بزنن. یک. دوما اصل قضیه میمونه ایرانی های ساکن در جغرافی های مختلف ایران، خوزستان، کردستان، نمیدونم بلوچستان، تمامشون عرق ملیشون بسیار قوی تر از مثلا چه میدونم اونه که تو ناف تهران زندگی کرده. برای اینکه اونایی که تو شهرهای بزرگ زندگی کردن اصلا این مسئله مرز و خطکشی ها رو اینا اصلا نمیدونن، ولی اینهایی که با این مسئله مواجه هستن و زبانها و گویش‌های مختلف خودشونو دارن، معلومه دل وابسته است به فرهنگ خودش، فرهنگ خودش دوست داره، زبان خودش دوست داره، آره دنبالی میگردن که این آزادی رو داشته باشن که با زبان خودشون به بچه‌هاشون تو مدرسه درس بدن. و اگر همین بریتانیا نیست الان هنوز میگن ایرلندی های تجزیه طلب؟ اتفاقی نیفته که، این همه سال هم بحثش بوده. نمونه بارزش تو فوتباله، تیم انگلستان بازی داره، همین ایرلندی هایی به قول شما گفتن تجزیه طلب چنان با حس و
هیجان بازی رو تعقیب میکنن که انگلستان برنده شه. انگلیسی ها درباره آیلند همین احساس رو دارند. ایران که اتفاقا بیشتر و فراتر از این حرف هاست. تاریخ قضاوت کرده این رو. و اینکه بخوایم قوم های مختلفمون رو زیر سوال ببریم که اینها تجزیه طلبن، نه، ممکنه ادعی هر ادعایی دارن داشته باشن. تو من زندگی کردم، من خودم تو خوزستان دوران خدمتم رو گذروندم، دیدم وقتی مسئله ملیت پیش میاد اینا چقدر متعصبن. زمان شبیر خاقانی و مدنی تو خوزستان رو من شاهدم که اون زمان هم همین حرف بود که شبیر خاقانی رو میخواد تجزیه کنن خوزستان از این حرفا، که همونجا ایرانی ها عربی رو میدیدی که صد مرتبه از مثلا ماهایی که اداداشون رفته اونجا ایرانی تر بودن. نذارین افکارتون رو گول بزنن، نذارین سرتون کلا بذارن. باید این امروز رو فقط به این دلیل دید که در یک مانور نظامی برای نشان دادن قدرت یک حکومتی با تمام تدابیر امنیتی نیروی مسلح وقتی 24 تا کشته شدن، 10 ها زخمی و فلان، مثلا 4 نفر چون با تفنگ با ساچمه که نرفتن اونجا، همون اسلحه‌ای است که وقتی من میگم ریختن پایگاه دسفول، پاسگاه های مرزی، چون من تو خود خوزستان درگیری که پیش اومد اسلحه‌ای که گرفتن اینا مسلح بودن. حالا میگن الان عربستان بهشون دادن، عراق بهشون دادن، نمیدونم امام زمان بهشون دادن، هی واس کنن اینا رو اونجا. حالا میرسیم تازه به یه نکته. خیلی خوب، عربستان اگه این همه داره تا حدی پیش میره که سرنگونه نظام جمهوری اسلامی رو مسلحانه حمایت میکنه، چرا باید بیاد فولاد نورزاده تلویزیون را بندازه بگه آقا یه بخشش رژیم خوبه بمونه این رژیم؟ چرا باید بیاد به من تو پول بده؟ چرا باید بیاد به ایران اینترنشنال پول بده که اینا همه بگن آقا این رژیم یه تیکش خوبه؟ و یه برش میاد میگه رژیم عربستان اسلحه میده که برن این رژیم سرنگون کنن. آخه نمیشه که سر مردم اینقدر کلو بذارین. که من میگم بر هر برچسبی که به من و این تلویزیون میخوایم بزنید میگم که بزنید، ولی بحث من بحث خیلی روشنه. هیچ انسان ایرانی در چارچوب نقشه جغرافیایی ایرانی وجود نداشته باشه که اولین چیز مهم براش، به خصوص با اومدن این رژیم که اسلام رو به این شکل در آورد، اول ایرانیتشه، ممکنه دوم مذهبش باشه و وابستگی های قومیش. این بشارتی است که با این صدای گلوله در اهواز، چیزی که من میتونیم برنامه من که میگم، نه که بگم من دارم، بس همینه که این قابل پیشبینی بود. وقتی منی که لندن نشستم تو این 6 ماه گذشته، 1 سال گذشته، گفتم این اتفاق از یک گوشه ایران مسلحانه شروع میشه، این آغازشه. الان زمان یواش یواش هستای مقاومته که خودشون نشون میدن و رژیم اینو کاملا میده. میبینیم داره قصه ای داریم میگیم که گام به گام داره به همونجا میرسه که باید برسه دیگه. مگه قرار نیست این رژیم سقوط کنه؟ مگه ما همه نمیگیم این دقیقه 90 این رژیم رفتنیه؟ پس چگونه رفتنیه؟ میگن آقای خونخارا، آقای جنایتکارا، آقای دزدا، آقای جانیا، آقای مفسد و فل ارزا کشور رو به این بدبختی و فلاکت انداختی. میتونم خواهش کنم بفرمایید فرودگاه سوار هواپیما باشید، هرچند پول میخوایم برداریم بریم؟ این رژیم، این اولین
تن لرزش بود. دو تا دیگه، دو گوشه دیگه ایران را بیفته، خواهید دید چند درصد از همین حکومت اصلاشون زمین میذارن و فرار میکنن، چون این حکومت بر هیچ پایه استوار نیست، نه توش ملیته، نه توش مذهبه، نه توش اعتقادات مختلف خاصه. تنها چیزی که تو این رژیم هست تجاوز و تجاوز و تجاوز و تجاوزه به مال و جان و ناموس مردم ایران، و این تجاوزگران رسیده به روز موعود. حالا خواهید دید. دنبال برنامه رو با بحث سیاسی روز آقای سعید اطلس دنبال میکنیم، و همطور که گفتم چون این برنامه ویژه بود که به خاطر این خبر خاص تقدیم حضورتون میکنیم، و تا دوشنبه که با روال عادی برنامه تلویزیون رنگارنگ در خدمتتون خواهیم بود.
با درود به شما بینندگان محترم تلویزیون رنگارنگ در لندن، من سعید اطلس هستم و باری دیگر در خدمت شما برای گفتن چند نکته‌ای که در هفته گذشته نظرم رو به خودش جلب کرد در میان مجموعه اخباری که دیدم. اولین خبر مربوط میشه به وضعیت امروز ایران که در عاشورا به سر می‌برد و مراسم سوگواری عاشورا به مناسبت واقعه کربلا در ایران و به خصوص در بیت به اصطلاح رهبری در جریان است. دو نکته در این رابطه می‌خوام خدمت شما عرض بکنم. یکی این که وقتی که شما نگاه می‌کنید به این مراسم، می‌بینید که سال به سال در چاه عمیق جهل مردم را بیشتر فرو می‌برند. البته عرض می‌کنم مردم کسانی است که پای صحبت اینا می‌نشینند و در اون مراسم شرکت می‌کنند و می‌بینید که افرادی می‌آیند پشت تریبون قرار می‌گیرند به نام مداح که امسال به نظر میرسه که تعدادشون خیلی زیادتر شده و اداهایی در میارند، اظهاراتی رو میگند که باور کنید آدم فقط در بعضی از کشورهای بسیار عقب مانده میتواند ناظر و شاهد آنها باشد. ولی نکته مهمی که بیشتر نظرم رو جلب کرد و میخوام امروز این رو با شما عزیزان در میون بگذارم این است که دیشب به یکی از صحبت‌های این مداها و روزخانی این مداها در مقابل خامنه‌ای و جمع زیادی از کسانی که در مسند نظامی و سیاسی رژیم ولایت فقیه هستند در اونجا حضور داشتند، یکی از این مداها در تصویر اون واقعه کربلا اینطوری بیان میکند که وقتی که فرزند امام حسین تیر میخوره بهش اصابت میکند و بر زمین میافتد، امام حسین بر بالای این پیکر قرار میگیرد و فریاد برمی آورد که ای خداوند، آیا از این مصیبت بالاتر میتواند برای پدری اتفاق بیفتد؟
ببینید من حرف امام حسین رو رد نمی کنم. اگر واقعا یک پدر چنین احساسی نداشته باشد، اون پدر واقعا شاید از جنس آدم ها نیست. اما نکته مهم این است که اونهایی که در اون مراسم حضور داشتند و هر کدام از اونها دستشان آلوده به قتل فرزندان این میهن بود، فرزندانی که از 14 سال به بالا سنشان بود، و حال آیا اینا پدر نداشتند؟ از نظر این آخوندهای جنایتکار، این بچه ها که بر خاک خون غلطیدند، آیا خانواده های اینا از جنس آدم نبودند؟ احساس نداشتند؟ بعضی از خانواده ها رو 2-3 فرزند از اینها رو به خاک خون کشیدند. ببینید بعضی وقتا هست که یک خانواده، یک پدری، یک مادری احساس میکند که بچهش بزهکار بوده، خلافکار بوده، جنایت کرده، و هضم کردن این که بچهش مجازات بشود ممکن است ساده تر باشد. اما برای پدر مادری که فکر میکند فرزندش گناهی نداشت جز ایستادگی و سینه سپر کردن در مقابل ظلم و آزادی آزادگی، چقدر این ضایعه باید برای اون پدر مادر سنگین باشد. کم نبودن که پدر مادرانی که سکته کردند، فلج شدند. بنابراین تمام این بازیهایی که اینا در می آورند برای تحمیق مردم است، و اگر واقعا می فهمند که در کربلا چه گذشت و اینقدر تحت تأثیرشان قرار داد، چرا پس این همه جنایت کردند؟ چرا این همه فرزندان ایران رو کشتن؟ همین چند روز پیش 3 تن از فرزندان کرد ما رو کشتن. وکیلاشون تمام شواهد قرائن نشان میداد که اینها هیچ گونه جنایتی مرتکب نشده بودند، کاری که مستحق اعدام می شود. اما کینه حیوانی اینها باعث شد که به خاطر اینکه به کردهای هموطن ما نازشستی نشان بدن، این 3 جوان را اعدام کردند، داغ بر دل پدرانشان گذاشتند. جا دارد که حکومت آینده ما، حکومت دموکراتیکی که با رأی مردم انتخاب می شود، نظری هم داشته باشد به عاشورا و عاشوراهای ایرانی ما، عاشورایی که فرزندان ما، سرداران ایرانی ما خلق کردند، از آریابرزن و خواهرش گرفته تا بقیه، در امتدادش تا امروز در جاجاهای ایران و در قهرمانایی که در آلبانی ما داریم. 30 سال، بیش از 30 سال چکمه را از پای خودشون در نیاوردند در اندیشه آزادی وطن. عاشوراهایی که خلق کردن کم نیست. بنابراین در ایران فردا باید به این مسئله توجه بشه و از اینها تقدیر به عمل بیاید. نکته دوم، اخیراً گروه جدیدی اعلام موجودیت کردند که آقای سرابی در یکی از برنامه‌هاش به طور مبسوط بهش پرداخت، و من فقط یک نکته میخواستم اضافه کنم به این مسئله که بازم توجه منو به خودش جلب کرد. ببینید اینکه یه حالا یه گروهی اعلام موجودیت بکند، از اینا ما زیاد داریم. الان خیلی از دوستای خودم هستن در جای مختلف که به صورت گروهی دارن فعالیت میکنند، و خب NGO بودن مشکلی نیست. ما باید از این گروه ها زیاد داشته باشیم، اما در حد قد و قواره خودشان باید بفهمن که وظایفشان چیست. و اینکه به هر حال سرنگونی طلبند،
یک واقعیتی رو نشون میده و اینکه رژیم جمهوری اسلامی فقط زبان زور رو میفهمه. اینش که خوب بد نیست، اما در مورد بقیه مسائل اون چیزی که اذهان رو باید به خودش یه مقداری به اصطلاح توجه بده به خودش و براش مهم باشه اینه که چرا اینقدر این مسئله در رسانه ها بازتاب داشته. حالا مثلا یک گروه 10-15 نفره آمدن اعلام موجودیت کردن و در حالی که ما سازمان سیاسی داریم که سالیان سال هست دارن فعالیت میکنن، در طی این مدت حتی ما گروه ها و سازمان های زیادی داشتیم که اعلام موجودیت کردن به صورت چند نفره و خب به جایی نرسیدن. اما عرض کردم موضوع مهم اینه که چرا، به چه دلیل این موضوع اینقدر بازتاب پیدا میکنه در جایی که بزرگترین تظاهرات اپوزیسیون در خارج از کشور حتی نصف این بازتاب خبرهایی که ما در مورد این گروه دیدیم نبود. به هر حال باید دید که رسانه‌هایی که در فکر اشاعه این مسائل کوچک هستند و اینقدر بزرگ نمایی میکنن دنبال چی هستن و منافعشون چیست. در هفته گذشته یک موضوعی پیش اومد در اخبار که بخشی از اون رو من در برنامه گذشته خدمت شما عرض کردم و اون بحث مسدود کردن حساب کاربری بسیاری از افراد وزارت اطلاعات یا نفرات سایبری جمهوری اسلامی بود از طرف شرکت گوگل و فیسبوک که صدای مقامات رژیم جمهوری اسلامی رو در آورد. و در همین رابطه هفته گذشته عرض کردم که ظریف موضع‌گیری کرد و موضع‌گیری ظریف در واقع بعد از دو واقعه رسانه‌ای بود که اتفاق افتاد. یکی برنامه‌ای که کانال 4 انگلستان بعد از رفتن در واقع معاون وزارت خارجه انگلیس، معاون خاورمیانه انگلیس به ایران بود، سفری که داشتند و در همین رابطه کانال 4 یه مرتبه یاد آلبانی افتاد و یک تیمی رو اونجا فرستاد و به طور یک جانبه یک برنامه رو در معرض دید همگان قرار داد که در اونجا و الجزیره که متعلق به کشور یعنی قطر هست، در واقع شیخ رشین قطر هست، در اونجا هم یک بار دیدیم که از این کانال ها صدای این در میاد که 1500 نفر در آلبانی، مجاهدین آلبانی و سایر کشورها، اینا از صبح که بلند میشند مشغول حملات سایبری به سمت ایران هستند و برای جذب نیرو و سازماندهی به اصطلاح خیزش‌های مردمی دارن فعالیت میکنن. و بعدش آقای ظریف میاد موضع میگیره، میگه که خب این چه عدالتیه که شما حساب‌های ماها رو میبندید ولی این همه فعالیت‌های سایبری داره انجام میشه بر علیه جمهوری اسلامی اما شما چیزی نمیگویید. خب جالب است این که من البته اینو موضع‌گیری سازمان مجاهدین رو تا الان نشنیدم و در این رابطه موضعی نگرفته، اما بله خبر این بود که 1500 نفر از مجاهدین روز شب مشغول این کار هستند و اینا میگن بر اساس تحقیقاتی هست که الجزیره انجام داده. حالا به الجزیره چه ربطی داشت که بیاد این کار انجام بده بین این همه مسائلی که در منطقه میگذرد؟ اینو باید یه مقداری تعمیم داد و وصلش کرد به همین هواپیمایی که شیخ قطر تقدیم آقای اردوغان کرد، یه هواپیمای بسیار لوکس و گران قیمتی که صدای خود ترکا رو هم در آورد که بعد کاشف و عمل اومد که ایشون این هواپیما رو دادن.
چرا؟ برای اینکه ترکیه از قطر در مقابل عربستان و بستن مرزها حمایت کرد و همچنین جمهوری اسلامی و رژیم آخونده هم از همون ابتدا تلاش کردند که از این دعوایی که بین این دو کشور هست استفاده کنند و اقلام بسیاری به قطر سرازیر کردند و به هر حال همین هم الجزیره خلاصه پاسخشون رو با معبد این چنینی میده. جریانی که هست در ادامه همین خبر میبینیم که بی بی سی فارسی یک برنامه‌ای رو فکر کنم برنامه آقای کریمی باشه، اسمش الان به خاطر ندارم، و در اونجا یه خانومی میاد که احتمالاً یه کار انجیو میکنه، فعالیت‌های اجتماعی دارند، و یه آقای محققی هست از هاروارد که ایشون میاد صحبت‌هایی در حمایت از مجاهدین میکنه، میگه که برای اساس تحقیقاتش یک داده‌هایی رو مثلا بیان میکنه و در اونجا اون خانم صحبت‌هایی میکنه که در اولین نگاه آدم نگاه میکنه میبینه خب این کسانی که دعوت میشن چقدر از وقایع پرت هستن، هنوز به قول همون دوست ما در سال 60 به سر میبرن و خیلی دوست دارن که برگردن، امروز دوباره برگردن به همون نقطه و فکر نمی کنن که انسان پیشرفت میکنه، انسان ذهنش بازتر میشه و به هر حال یک دنیای جدیدی رو تجربه میکنه و نباید انتظار داشت که اگر یک سازمانی، فردی، شخصیتی در مثلا 30 سال قبل در یک نقطه بود، هیچ رشدی از نظر فکری و از نظر اجتماعی و از نظر بینش و جهان‌بینی نداشته باشه و حتی اینقدر آشور بود که مثلا تعداد افرادی که از شورای ملی مقاومت در اومده بودن، مثلا آقای هزارخانی که یکی از پایه‌های ستون‌های شورای ملی مقاومت هست رو میگفت که خب مثلا بله ایشون هم در اومدن، مثلا چنین چیزی نیست. حالا بس من نمیخوام برم در دل این موضوع، مجاهدین هستند و البته خودم تأسف میخوره چون بسیاری از مسائلی که عنوان میکنم پایه اساسی نداره و فقط فرافکنی هست در قلب یک سری از واقعیت ها. اینا اینقدر بزرگ نمایی میکنن که نمیدونم دنبال چی هستن. مثلا ببینید اگه بخوایم در همون ابتدا دیدگاه این خانم رو ببینیم، مثلا میگوید که خب کسانی که اپوزیسیون هستن در خارج کشور هستن، مثلا اینها شورای ملی مقاومت، اینا سالیان سال از کشور به دور هستن و چگونه میخوام بیان در ایران اینا مثلا اگر مردم رأی دادن سر کار باشن. خب یعنی یک قلم، ببینید تمام این خارج کشور رو قلم میکشه، یعنی چی؟ کی میماند در ایران؟ اصلاح طلبا. ببینید اینطوری اگر قضایا رو نگاه کنید میتوانید برسید به اون هسته اصلی که در واقع از اونجا این حرفا تراوش میکنه بیرون. حالا اگر زمانی هم بود ما به همین موضوع میپردازیم و هرچند که این وظیفه مجاهدین است که، ولی در تا جایی که ما به عنوان فعالین سیاسی و حقوق بشر نگاه میکنیم به این داستان، اگر فرصت شد خواهیم پرداخت. اما در خاتمه باید به همین خانم عرض بکنم، آخه این دوتا خبر رو آقای کریمی و یا خانمی که این مسائل شما عنوان کردید، آخه چطوری کنار هم قرار میدید که از یه طرف میگین این سازمان هیچ وجود ندارد، هیچ کاری نمیکنه، آقا از بین رفته، بعد از اون ور مثلا ناله سر میدهید که بله فعالیت های اینجوری مخرب دارند و فلان. در سایت خود بی بی سی اینا هست که بله اینا چنین فعالیتی دارن، 1500 نفر دارن دست به یک فعالیت عظیم اینجوری سازماندهی داخل کشور میزنند. بنابراین این تناقضا وجود داره و باید توجه کرد که فکر و ذکر و اندیشه خودمونو با آدمای بسپاریم که از سخن درست میگویند و از سخنهای قابل پذیرش. در اینجا اجازه بدید که تا هفته آینده با شما عزیزان خداحافظی کنم و برای همه شما آرزوی سربلندی و نشاط و خوشبختی کنم.